رهایی زن، برنامه از سازمان رهایی زن. با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه رهایی زن، به امید اینکه هفته خوبی رو پشت سر گذاشتید و آماده دیدن برنامه های ما هم هستید. مینو همتی هستم و به مدت 1 ساعت برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنم. برنامه های رهایی زن از طریق کانال 1 پخش میشه و از طریق اینترنت هم پخش میشه. لطف کنید اگر به موافقه دسترسی ندارید از طریق خود کانال 1 میتونید برنامه را از طریق اینترنت نظاره‌گر باشید. برنامه های ما هر هفته روزهای جمعه ساعت 10:30 شب به وقت لس آنجلس و در روزهای شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت تهران بازپخش میشه. لطف کنید ساعت پخش و بازپخش برنامه ها رو به علاقه‌مندان برنامه رهایی زن هم اطلاع بدید. از عزیزانی که در هفته های گذشته با ما ارتباط داشتن از طریق ایمیل و اخبار و گزارشات بسیار سپاسگزار هستیم. در هفته های اخیر پیام های محبت آمیز شما بینندگان، همکاران، همرزمان و دوستان عزیز رو دریافت کردم. با عرض پوزش از اینکه قادر نشدم تا کنون از محبت‌های شما سپاسگزاری کنم، بدین وسیله نهایت تشکر خودم و خانوادم رو از محبت همه عزیزان که تسلا بخش ما در اندوه از دست دادن پدر عزیزمان بود ابراز می‌داریم. با سپاس مجدد. دیگر بار خبر از اعدام قریب الوقوع 2 زندانی سیاسی جوان زانیار و لقمان مرادی در رسانه ها منعکس شده. لازم دانستیم در این لحظات حساس پژواک صدای مادر و پدر زانیار که در کردستان عراق مجبور به خود تبعیدی شدن رو به گوش شما عزیزان برسونیم. توجه شما رو به گفتگوها جلب میکنم. فکر میکنم خطم باز است. ولی با سلامی گرم به شما خانم آمنه قادری، مادر زانیار مرادی، خوش آمدید به برنامه رهایی زن. با درود سلام فراوان خدمت شما عزیزان و بینندگان و شنوندگان عزیز، من مادر زانیار مرادی. خانم آمنه قادری، لطف کنید برای بینندگان ما توضیح بدید که آخرین اخباری که دارید از وضعیت پرونده فرزندتون زانیار و اگر اطلاعی دارید از لقمان هم همچنین برای بینندگان ما بازگو کنید. بفرمایید. مادر زانیار مرادی زندانی محکوم به اعدام، مدتی چند روز پیش گویا گفته بودن امام جمعه مریوان رفته به تهران که حکم اونا رو امضا کنه و حکمشون به اجرا در بیاد. بعد تو روزنامه ها و اخبار ها شنیدیم. وضعیتشون همون اخبار هایی که تو تلویزیون ها میدیا ها پخش شده بود ازشون دفاع کرده بودن. خانم قادری، میدونم که شما در یک شرایط بسیار دشواری در حال حاضر به سر میبرید. سوالم این هستش که آیا مقامات قضایی رژیم اسلامی امکان و اجازه تماس به شما دادند با زانیار و یا لقمان رو؟ نخیر. چه انتظاری دارید از تمام کسانی که دارن صدای شما رو گوش میکنن؟ بفرمایید. من از تمام سازمان های عفو بین الملل، نهادهای حقوق بشر، از تمام مردم دنیا تقاضا دارم که به اون دو پسر بیگناه کمک کنن، چون اونها هیچ گناه و تاوانی انجام ندادن. در سناریوهای دستکز خودشون این تاوان رو به اونها چیز کردن.
اونها ابلاغ کردن که شما تاوانوارش گناه کردی. بله ابلاغ کردن، ولی اونا اون کار رو انجام ندادن. اون دو بچه بی گناهن. از تمام مردم جهان، از سازمان های عفو بین الملل تقاضا دارم که به اون دو بچه گناه کمک کنن. با سپاس فراوان از اینکه صداتون رو به گوش همگان رسوندین، با آرزوی موفقیت. شما تشکر میکنم، خیلی ممنون، قربان دستتون درد نکنه. از تمام دوستان تشکر میکنم، دست شما درد نکنه. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، گفتمانی دارم با پدر زانیار مرادی، آقای اقبال مرادی. فکر میکنم خط باز است. بله آقای اقبال مرادی، خوش آمدید به برنامه رهای زن. با سلام های گرم. با سلام و درود خدمت شما. آقای مرادی لطف کنید از آخرین وضعیت پرونده فرزندتون به ما اطلاعاتی بدید. بفرمایید. زنیار لقمان، همونطور که رسانه ها گفتن، اطلاع دارم، اطلاع رسانی هم شده، تو زندان رجای شهر هستن و از روزی که نماینده اجرای احکام رفته اونا رو دیده، تا حالا کسی با اونا نه اطلاعی داشته و نه از سرنوشت اونا خبری داریم متاسفانه. شما حکم خبر اعدامشون رو به صورت موثق از کجا دریافت کردید؟ رفتن امام جمعه به تهران و فراخواندن او کشاکی اصلی پرونده به خودش یکی از بازیگران سیاسی این مسئله زانیار و لقمانه هیچ دلیلی رو نمیتونه داشته باشه به غیر از مسئله رفتن به اجرای احکام و همونطور اعتراف خود امام جمعه و دوستان زانیار در زندان که به ما خبر دادن. شما مستقیما با خودش تماس تلفنی داشتی؟ با چه کسی؟ با زانیار. نه زانیار ابدا با ما هیچ گونه ارتباطی نداره، ولی از طریق همبندی هاش دوستانش قبلا اطلاع داشتیم. چه اقداماتی رو تا حالا تو دستور کارتون قرار داده بودید غیر از به حساب اعتراض هایی که در خارج از ایران به حساب سازماندهی شده؟ شما خودتون در اونجا چه کردستان عراق و چه ایران چه اقدامات را انجام دادن؟ متاسفانه ما تو ایران که نمیتونیم هیچ اقدامی رو انجام بدیم در رابطه با گرفتن وکیل و یا اعتراضی، چون که زنیار کسی رو نداره اونجا و چند سال تو زندانه. ما خودمون تو کردستان عراق میشینیم و به دلایل سیاسی در عراق هستیم، ناچارا میشه تبعید اجباری. زانیارم در ایرانه، ولی خانواده لقمان قبلا وکیل گرفته بودن و وکیلش هم نتونسته بود از دفاع کنه. بنابراین پرخاشگریهایی که آقای صلواتی در هنگام محاکمه 15-20 دقیقه‌ای از زانیار و لقمان دفاع کرده بود، دیگه نتونسته پرونده زانیار رو ببینه و لقمان رو، و نتونسته حتی یک بارم با اونا ملاقات داشته باشه و در رابطه با چگونگی و وضعیت پرونده با فکیدشون بتونن صحبت کنن. متاسفانه ما در کردستان عراق هم به اون صورت فراخوانی دادیم و تمام احزاب سیاسی، نهادهای سیاسی و مدنی ما رو همکاری با ما همکاری کردن و در سلیمانیه و بعضی شهرهای کردستان عراق اعتراضاتی صورت گرفته. در سلیمانیه جلو به اصطلاح دفتر پارلمان همراه با نمایندگان پارلمان تهران اونجا رونوشتی رو ارائه دادیم در رابطه با وضعیت رسیدگی به وضعیت زانیار و لقمان و تمام نهادها و سازمانهای سیاسی. از همین بیانیه‌ای که ما صادر کردیم
تهیه شده از طرف کسانی مورد حمایت قرار گرفت. آقای مرادی، من همطور که با مادر زایار هم صحبت کردم میدونم که شما هم در شرایط بسیار دشواری به سر میبرید. جنبش علیه اعدام فعالیت هایی رو به هر حال در ایران و خارج شروع کرده و داره فعالیت هایی میکنه. چه انتظاری دارید شما؟ بالاخره یک جنبشی هست، فعالانی داره و من علاقمندم که شما این صداتون رو برسونید به علاقمندان این جنبش و نه فقط در رابطه با لغو اعدام زانیار و لقمان، بلکه در رابطه با لغو اعدام کلیه زندانیان سیاسی. بفرمایید. همین اعتراضات واقعا جای دستخوشیه از تمام کسانی که به فراخوان ما گوش دادن و تونستن ما رو یاری بدن و زحمت های زیادی کشیدن. نهایت تشکر رو دارم و امیدوارم به همون صورت اعتراضات سراسری صورت بگیره تا دیگه نه تنها زانیار و لقمان، هیچ زندانی دیگه از طرف جمهوری اسلامی بالای چوبه دار نره و یا زندان های دراز مدت با اونها داده نشه و یا تبعید های اجباری نشه و واقعا میتونه ثمر بخش باشه. این اعتراضات گسترده که در هر جایی که صورت بگیره علیه سیاست های جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله زندان، در هر رابطه ای نه تنها مسئله زندان، میتونه ثمر بخش باشه و جای دستخوشی و قدردانی ما هم هست. با سپاس فراوان از شما آقای اقبال مرادی که وقتتون رو در اختیار بینندگان برنامه ما قرار دادید. موفق باشید. من هم از شما تشکر میکنم و به امید آزادی تمام زندانیان سیاسی و مدنی.